زندگی عرصه یک تای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خاند و از صحنه رود سحنه پیوسته به جاست خورمان نقمه که مردم به سفارند بیاد به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سلف نخم به درس زبان و ادبیات دری از مجموعه آموزشی مکتب هادی خوش آمدید شاگردای عزیز به جلسه 24 رسیدیم عنوان درس امروز شما نامه شاگرد به استادش می باشد در حوزه دستور زبان در ادامه انواع جمله امروز آشنا خواهیم شد با یک نوع جمله تحت عنوان جمله معترضه عزیزان جان در فضای مجازی ما را دنبال کنید نمبر ارتباطی ما و شما 2964 780 سیزده آماده دریافت نظرات شما در این زبانان نیکو سخن است عزیزان جان به جلسه نو خوش آمدید خب شایده عزیز و گرامی سنف نهم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور کنیم در جلسه قبل برای شما سوالی دادیم و از شما خواستیم که جمله مقید را تعریف کنید و مثال بزنید در ادامه شناخت انواع جملات در حوزه زبان دری در جلسه قبل رسیدیم به جمله مقید تعریف چی بود شاید عزیز؟ در جمله مقید در تعریف جمله مقید چه گفتیم برای شما؟ آفرین گفتیم جمله مقید چیست؟ تعریف میکنیم جمله مقید جمله است که دارای قید باشد یک تعریف ساده یک تعریف کاملا کاملا بسیط و ساده پس جمله مقید چیست چون مقید یعنی چی جمله قید دار گفتیم جمله مقید جمله است که دارای قید باشد جمله مقید یک جمله است که مبتنی است مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر قید دار بودن است هر زمانی که در جمله شما قیدی داشتیم حالا فرق نمی کند این قید چی باشد؟ قید زمان باشد، قید مکان باشد، قید حالت باشد، قید مختص باشد، قیدهای متفاوت باشد اگر جمله شما یکی از این کلمات قید را در داخل خودش ببیند تحت عنوان جمله مقید از او نام یاد میکنیم ولی ولی دوستان وقتی ما میخواهیم نگاه بکنیم انواع قیدها را در حوزه مثال برای شما میتوانیم روشنتر کنیم مثال میزنیم چی مثال میگوییم؟ میگوییم به طور مثال فاطمه شادمان به مکتب آمد این یک جمله است فاطمه شادمان به مکتب آمد وقتی ما میگوییم شادمان یعنی چی؟ یعنی قید حالت چرا بیان میکنیم؟ حالت فاطمه را بیان میکنیم فاطمه با چه حالتی به مکتب آمد؟ با حالت شادمان با حالت شادی پس این جمله میشود یک جمله چی؟ جمله مقید خب یک مثال دیگر میگوییم فردا مکاتب تعطیل هستند فردا مکاتب تعطیل هستند یک جمله ای که برای خیلی از شاگردان ممکن است دل پسند باشد وگرنه برای هیچ کدام برای هیچ کدام نباید چنین باشد مکاتب همیشه باز باشد همیشه درش روی همه شاگرد ها باز باشد تا بتواند از علم از فضل استفاده کنند محروم بودن از مکاتب در واقع به معنای جهل و نادانی است خب فردا مکاتب تعطیل است کلمه ای داریم به نام فردا که قید است چه نوع قیدی شاگرد عزیز بگو آفرین قید ما اینجا قید زمان است بیان کننده زمان است خب قید زمان داریم پس جمله ای که در داخلش قید داشته باشد حالا فرق نمی کند قید حالت باشد زمان باشد در داخلش موجود باشد میشد باز هم جمله چی؟ جمله مقید البته البته یک نکته دوستان اگر یادتان باشد گفتیم که ما دو تا کلمه داریم که کلمات بسیار مهم هستند در داخل یک جمله هر زمانی که یک صفت داشتیم صفت به کلمه قبل خود برمیگشت اسم قبل خود را توضیح میداد اسم قبل صفت میشد موصوف که بیان کننده ی حالت در واقع چی بود؟ اسم قبل خود بود این کلمه صفت که در واقع رابطه بین صفت و موصوف را تحت عنوان ترکیب وصفی از او یاد بکردیم ولی کلمه ای داریم در داخل جمله که ویژگی چرا بیان میکند؟ ویژگی فعل را بیان میکند قید در داخل این زمان ها و در داخل حالت ها دوستان وقتی که بیان میکنیم در داخل جمله حالت فعل را بیان میکند حالت چی را؟ حالت فعل را بیان کنند. خب ما میگوییم که شادمان شادمان به چه حالتی؟ به حالت آمدن آمدن حالت در واقع این فعل را این قید بیان میکند یا هستن چجوری هستن؟ در واقع فردا هستن چطور؟ تعطیل این برمیگردد به قید زمان قیدها کلماتی هستند که به فعل جملات برمیگردند و یک ویژگی دیگری که دارند قیدها را میتوان از ساختار جمله حذف کرد به معنای اصیل و اصلی جمله لطمه نمیزن اگر باشند در داخل جمله معنای جمله را کاملتر میکنند خب شاگردای عزیز و گرامی عنوان درس امروز ما چیست نامه شاگرد به استادش تحت در عنوان درس امروز است یکی از نکات بسیار مهمی که در حوزه قواعد نگارشی در حوزه قواعد دستوری برای من معلم برای توی شاگرد بسیار بسیار مهم است همین نحوه نام نگاری در حوزه چیست در حوزه ادبیات دریس ما چطور یک نامه خوب یک نامه شکیل یک نامه درست بنویسیم خب در این درس میخواهیم با نامه نگاری آشنا شویم نامه خاصه در مورد کیست نامه هایی که شاگردان برای معلمان خود بنویسند و از زهمات و تلاشهای معلمان خود تشکری میکنن این در واقع چیه این قالب های نام است اگر به طور کلی نگاه کنیم در قدیم نامه یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی برای بیان مقاصد و اهداف انسان ها به کار میرفت. نگاه کنید ولی شکل نوینتر شکل جدیدترش تغییر پیدا کرده دیگه ما نامه های مکتوب نداریم نامه هایی که توسط آدم ها با قلم در واقع نوشتن می شد و فرستاده می شد این گونه نیست حال در واقع گوشی آمده موبایل آمده یا فضای مجازی آمده بیشتر در فضای مجازی خیلی تایپ می کند در واقع مشغول نوشتن می شود و مقصود و اهداف خود را منتقل می کند که در واقع شکل درستش این گونه می باشد حال نگاه میکنیم کنیم نامه ها به طور کلی دوستان دو دسته هستند نامه ها را وقتی تقسیم میکنیم میگوییم یا نامه ها نامه های اداری و رسمی هستن یا نامه ها نامه های خانوادگی و دوستانه هستن نامه های اداری زمانی هستن که شما در یک اداره می روید و یک کار اداری دارید یک درخواست دارید میخواهید درخواست خود را برای او شخص حالا می تواند معاون باشد می تواند رئیس باشد می تواند کارمند و اداره باشد برای او میخواهید مقصود خود را بنویسید خب چگونه برای نوشتن نامه اداری باید قواعد وصول و او را رعایت کنید چگونه بنویسید برای نوشتن از خودکار آبی استفاده کنید از خودکار آبی استفاده میکنید لحنتان باید رسمی باشد مطلبتان باید کوتاه باشد عنوان را بنویسید تاریخ را بنویسید و متن کوتاه و در انتهایش تشکری بکنید این نکاتی است که در نامه‌های رسمی و اداری باید نوشته شد در حالی که در نامه های خانوادگی و نامه های در واقع عاطفی این گونه نیست در نامه های خانوادگی و غیر رسمی شما میتوانید مطلب بلند بنویسید طولانی بنویسید هر چه دل تنگت که میخواهد بگو هر چقدر دلت میخواد صحبت کن هر چقدر دلت میخواد بنویس هر چقدر دلت میخواد تایپ کن آزاد هستی و به هر زبانی به زبان کودکانه به زبان نوجوانی به زبان میانسالی به هر زبانی شکسته میخوایی میار میخوایی رسمی میخوایی غیر رسمی میخوایی میتوانی بنویسی چرا میتوانی؟ چون طرف مقابل شما دیگر یک شخصیت حقیقی یک شخصیت حقیقی است یک شخصیت حقوقی نیست یک شخصیت رسمی نیست یک شخصیت عاطفی است یک شخصیتی است که با شما یک نسبت بسیار نزدیک دارد نامه نوشتن به معلم چگونه است وقتی شما یک نامه برای معلم خود مینویسید، نویسید معلم می تواند باشد هم می یک شخصیت در واقع باشد برای شما رسمی باشد چرا چون شما در یک مکان رسمی هستید شما شاگرد هستید و او معلم است و معلم در جایگاه رسمی قرار دارد و می توانید در واقع یک رابطه نزدیک بین خود و معلم حس کنید و یک نامه عاطفی بنویسید حال نامه عاطفی که می خواهیم بخوانیم این است نامه هایی که در این درس برای شما می از نوع نامه های رسمی نیست دوستان نامه شاگرد به معلمش بیان احساسات و عواطف شاگردان نسبت به معلم خود است که در زمره نامخای عاطفی جای می گیرد نامه رو با هم می <applause> معلم مهربان و بزرگوارم نخست از همه سلامهای گرم و تمنیات نیک شاگرد مخلصتان را بپذیرید ارادتمند شما موفقیت های روزافزونتان را در امور محوله از بارگاه خداوند یکتای بی همتا مسئلت دارد استاد محترم و بزرگوارم شب از تو تنها نشستم و به روزهایی می اندیشم که زمزمه دلنشین تو در سلف می پیچید زمزمه محبتی که حتی جمعه ها را برای ما شنبه می کرد به قول طالب آمولی درس معلم بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز را استاد محترم یادت هست یادت هست در صنف چه می گفتی؟ من هنوز لبخند شیرین تو را به خاطر دارم وقتی در را می گشودی سلام می کردی حال ما را می پرسیدی و مثل پدر مهربان سایه محبت خود را بر سر ما می گسترانیدی تو خورشید زندگانی ما بودی و ما را در گرما حرارت و روشنی می بخشیدی استاد گرامی و ارجمند ما چیزهای زیادی را از شما آموختیم و مرهون علم، دانش، مرحمت و بزرگواری شما هستیم و اظهار امتنان و شکران می نماییم پیامبر خدا صلوات الله علی چه زیبا فرموده است من لم یشکر الناس لم یشکر الله کسی که شکر مردم را به جا نیاورد خدا را هم سپاسگزار نیست بله شایدای عزیز این نامه یک شاگرد به معلم خود بود که نشان میداد که در واقع نامه ها باید عنوان داشته باشند عنوانش استاد ارجمند معلم عزیز استاد فداکار و از این واژه ها استفاده میکرد و از زحمات و تلاش استاد خود در قبال سالیان مختلف در سنف مختلف در مکاتب مختلف تشکری میکرد حالی یک نامه دیگری رو با هم بررسی میکنیم نامه یک از شخصیت های بسیار مشهور به نام اسکندر کبیر یا اسکندر مقدونی میدانید که اسکندر مقدونی یکی از پادشاهان بسیار بزرگی است که قبل از سال 400 میلادی قبل از سال 400 پیش از میلاد در واقع اشان میزیسته و زندگی میکرده فرزند فیلیپ دوم مقدونی که در واقع در زمره ده کشورکش و ده فاتح بزرگ دنیا نام اشان ثبت شده در 16 سالگی یک استادی دارد پدرش فیلیپ دوم یک استاد بسیار بسیار مشهوری را به نام ارسطو میدانید که یک از فیلسوفان بزرگ شخصی است به نام ارسطو و شاگرد افلاطون افلاطون استاد ارسطو است و ارسطو در واقع استاد اسکندر مقدونی است فیلیپ دوم این شخص را این استاد را برای فرزندش اسکندر می آورد که به کار تعلیم و تربیت فرزندش در واقع ممارست بکنه و از او طرف دیگر در سن 16 سالی که شاگردی فرد میشد در سن 30 سالی که هنوز هم شاید به سن 30 سالی که نرسیده باشه اسکندر مقدونی در زمره فاتحان بزرگ دنیا یاد میکنند در برخی از جاها هم از اسکندر مقدونی تحت عنوان زلقرنه نیز یاد کرده است که در واقع یک نکته مهم تاریخی است حال نامه که در واقع اسکندر مقدونی برای استادش می را می خواهیم با هم مرور کنیم از اسکندر کبیر پرسیدند پدرت را دوست داری یا معلمت را خوب گوش بده شاگرد یک نکته بسیار بسیار مهم که در واقع میتواند در زمره در واقع یک تجربه یک نکته بسیار مهم تعلیمی برای تو باشد از اسکندر کبیر پرسیدند پدرت را دوست داری یا معلمت را او در جواب گفت پدرم که تنم مال اوست پدرم که تن من مال اوست اما روح من پرورده معلم من است بنابراین معلم بر پدر تقدم دارد پدر مرا زایده است جسم من اجزای بدن من متعلق به پدر من است ولی روح من پرورش یافته یک معلم است یک استاد است پس کسی که روح انسان را پرورش میدهد از کسی که جسم انسان را پرورش میدهد به مراتب متقدم تر است به مراتب پیشتر است سبقت میگیرد پس در واقع نقش معلم و جایگاه معلم میتواند از جایگاه پدر هم بالاتر باشد حال استاد ارجمند و گرامی نامه در واقع اسکندر مقدونی به عرسوی فیلسوف نامدار را با هم میخوانیم استاد اجمند و گرامی متشکرم متشکرم از این که در سنف از شما چیزها آموختم در سنف گفتی دارای اخلاق و خوب و حمیده باشید و مهربانی و عطوفت را از دست ندهید می گفتی درس بخوانید که بدون درس و علم نمیتوان به خدا رسید و نمیتوان مستر خدمات مفید و ارزنده به جامعه مردم شد شبها درس خواندم و بیخوابی کشیدم و اکنون آن همه نسایه سودمندت را میبینم و اکنون آن همه نسایه سودمندت را میبینم معلم عزیز اکنون که بزرگ شده ام خوبی هایت را فراموش نمی کنم و یکی از جمله های زیبایت را نوشتم و چون تابلوی آموزنده و فراموش نشدنی بر دیوار خانه نصب کردم و آن این بود چه بود؟ با دیگران بخندیم بر دیگران نخندیم معلم عزیز همیشه در خاطر من هستی و میکوشم تاراه و روش آموزه هایت را خب شاگردای عزیز وارد بخش دوم می شویم در حوزه قواعد دستوری تحت عنوان جمله معترضه در جلسه قبل در مورد جمله مقید توضیح دادیم گفتیم جمله که دارای قید است می تواند قید حالت مختلف داشته باشد زمان مکان حالت مختص و قیدهای متفاوت حتی قیدهای تنویندار هم میتواند در این زمره جای بگیرد ولی گفتیم هر جمله ای که دارای این قیدها باشد تحت عنوان جمله مقید از او یاد میکنیم در ادامه میرسیم به جمله تحت عنوان جمله معترضه چیست جمله معترضه؟ جمله است که در ضمن جمله اصلی می آید و مفهومی چون دعا، نفرین، تذکر، توضیح و جزء آنها را میرساند اما اما در مفهوم اصلی نقشی ندارد پس جمله معترضه جمله است که جمله اصلی نیست جمله مکمل است در معنای چی می آید؟ در معانی دعا می آید نفرین میآید آید تذکر می آید توضیح هر زمانی که جمله ای داشتیم که در مورد ای عبارت ها بود توضیح در مورد ای عبارت ها داشت تحت عنوان جمله معترضه یاد می ولی خاطرتان باشد جمله معترضه بخش اصلی جمله اصلی نیست خب نکته حذف جمله معترضه خلالی در معنا و پیام اصلی جمله پدید نمی آورد یک نکته بسیار مهم چرا؟ چون گفتیم جمله معترضه چیه؟ جمله اصلی نیست جمله مکمل است جمله فرعی است وقتی پس حذف می شود به اصل جمله که لطمه وارد نمی پس جمله اصلی بر سر جای خود باقی می ماند خب مثال می چه مثالی؟ می استادم روان شاد باد در فلسفه و عرفان کم نظیر بود یک جمله است نگاه کنید دوستان استادم روانش شاد باد یک جمله چیست؟ یک جمله دعایی است این جمله دعایی در زمره چیه؟ جمله معترض است ولی اگه این رو حذف کنیم این را حذف کنیم چی میخوانیم دوستان؟ استادم در فلسفه و عرفان کم نظیر بود باز هم به اصل جمله لطمه در واقع نقصانی وارد نشد اصل جمله بر جای خود باقی ماند مورد بعدی چه خوش گفت چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است این گفته ای کیست این شعر متعلق به شاعر مشهور قرن هفتم هجری قمری سعدی شیرازی است چه میگوید چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد باز هم یک جمله دعایی که در زمره چیست جمله چیه جمله معترض است ای را در واقع بیان کرده است که در واقع این تیکه را اگر شما وردارید باز هم به با اصل جمله لطمه نقصانی وارد نمی شود جمله در واقع معترضه را براتون بیان کردیم مثالش رو ذکر کردیم کار خانگی متناسب با ای قاعده دستوری این میباشد. باشد جمله معترضه را تعریف کنید و مثال بزنید این میشود شود کار خانگی جلسه آینده ما و شما که در جلسه آینده کارخانگی کار خانگی را با هم مرور میکنیم و حل میکنیم البته قبل از اینکه ما حل کنیم شما شاگرد عزیز و گرامی کار خانگی را در کتابچه خود یادداشت کنید عکس بگیرید عکس او را برای ما ارسال کنید خب نمبر ارتباطی ما چیست برای ارسال شما در واتساب ما 2964 780 255 هم کار خانگی را ارسال کن هم نظر و پیشنهاداتت را در مورد مکتب هادی خاصه درس زبان و ادبیات دری برای ما بفرستید دوستان عزیز تا دیدار دیگر و خداوندیا رو نگهدارتان